در ادامه به توضیحات تابع رند بتوین و ایندکس میپردازیم با استفاده از تابع رند بتوین میتونیم تولید داده های تصادفی رو داشته باشیم در سلول F6 کلیک چپ میکنیم عملگر مساوی رو تایپ میکنیم زبان زبان انگلیسی باشه حروف R, A, N, D رو معرف تابع rand between type اشارهگر موس رو بر روی رند between قرار داده ملاحظه می‌کنید که تیپ مربوطه بدین حالت تغییر پیدا می‌کنه returns a random number between the numbers you specify برمیگردونه اعداد رو به صورت رندوم بین اعدادی که شما انتخاب می‌کنید you specify اشارگر موز رو بر روی اف ایکس سمت چپ رند بتوین قرار داده دوبار کلیک چپ میکنیم ملاحظه میکنید که اینجا در فرمول بار رند بتوین ظاهر میشه آرگومان اول با ت... یعنی اون عدد اول رو مشخص کنیم و آرگومان دوم هم تاپ هست اگر اینجا برای آرگومان اول عدد ده ویرگول برای رفتن به آرگومان دوم عدد 15 رو مشخص کنیم و با استفاده از کلیدهای ترکیبی شیفت و صفر برکت رو ببندیم و کلید کنترل و انتر رو بفشاریم ملاحظه میکنید که برای ما عدد دوازده رو نشون میده با رفرش کردن برای ما داده های تصادفی رو تولید میکنه برای انجام این کار از کلید تابعی F9 از صفحه کلید استفاده میکنیم کلید تابعی F9 رو میفشاریم ملاحظه کنیم در سلول F7 عدد 12 رو داریم کلید F9 عدد 14 کلید F9 عدد 11 کلید F9 عدد 15 کلید F9 عدد 13 کلید F9 عدد 10 کلید F9 عدد 15 و همچنان که من می فشارم کلید F9 رو این عدد در حال تغییره تونستیم با استفاده از تابع رنبتفین فین در یک محدوده مشخص اعداد تصادفی رو تولید کنیم